سلام، بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده است، نور هستید. حکومت خبر داد که طرح تعدیل قانون انتخابات آماده شده است و طی این هفته به تصویب کابینه میرسد. این در حالی است که گفته می شود موارد کلیدی و اساسی پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در این پیشنویس لحاظ نشده. مواردی مثل تغییر حوزه های رای گیری، سهم دادن به احزاب در انتخابات پارلمانی و تغییر نظام رای دهی. چرا حکومت پیشنهادات اساسی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را در نظر نگرفته است؟ گفتگو روی این موضوع با آقایان دکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان و عبدالوحید فرزایی عضو اتحادیه عقدانان افغانستان. سپاسگزارم از حضورتان. آقای وکیل، پرسش اول از شما، خوب برای چی حکومت موارد اساسی را لحاظ نکرده؟ چون چیزی گفته میشه تغییر حوزه های رای گیری، سهم دادن به احزاب و تغییر نظام رای دهی، چیزی که خیلی تاکیدم داشته از سوی صاحب نظرها و کارشناس های مسائل انتخابات. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان تلویزیون نور و همچنان میمان گرامی و همکاران تکنیکی شما. ببینید، امان طوری که در طول نزدیک به دو سال گذشته حکومت فقط تفره رفته و هیچگاهی نخواسته که امو تعهداتی که در توافقنامه سیاسی تذکر رفته او را تطبیق بکنه. بیشتر وقت کشی کرده، برای خود وقت کمایی کردن که دنبال پروژه و برنامه های خود هستن. و شما میفهمین که کمیسیون تعیین شد که و موضوع انتخابات را بررسی بکنه و پیشنهاداتی که دلالت بکنه به یک انتخابات شفاف، سالم، سرتاسری او را ارائه بکنه. او کمیسیون مدت ها کار کردن و بالاخره هم لب لبا باشه به حکومت پیشکش کردن. ولی حکومت با وجود کنا کار کردن، آلی آمده به خاطر از اینکه سرصده های ریاست اجرایه را خاموش نگه داره، آمدن گفتن که ما پیشنویس قانون انتخابات را، در صورتی که در قانون انتخابات وجود داره، شما میتونید تعدیلات در او وارد بکنید. گام های اساسی که باید برداشته شود و امیدواری را مردم را امیدوار بسازه، بایندهشان و مردم را امیدوار بسازه با یک انتخابات شفاف و عادلانه، در قدم اول اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی باید شروع شود و این رئیس جمهور می تواند در رخصتی شورا فرمان تقنینی صادر بکنه، آجیلک این پروسه را تطبیق بکنه قبل از اینکه شورا دوباره به کار خود آغاز بکنه. اما متاسفانه روی از این موضوع اصلا توجه صورت نگرفت و هیچ فرمانی هم صادر نشد و کدام حرکتی هم آغاز نگردید. اینا آمدن دلیل پیشنویس ساختن، یعنی به این معنی ماهای دیگر باید ریاست اجرایه، مردم افغانستان انتظار بکشن که تایی پیشنویس، این موارد پیشنویس مورد تایید قرار بگیره. خب یک بندش را قبول بکنن، بند دومش رد بکنن، فقط وقت گذرانی، فقط به نفع خود چی کردن، مهندسی سازی کردن وضعیت و اوضاع. وقتی موارد اساسی پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی مد نظر نباشه، چی زود داره؟ تغییر نظام رای دهی که بیشتر تاکید داشت و میگفتن عیبش است که باید تغییر بیافه، احزاب سهم داده شوه برای اینکه خب احزاب قوی شوه، اینا که نباشه در این قانون و تایید شود. ما اصلا پیشنویس همی قانون برداشت شما اینم است که اینا فقط میخوان که از این وضعیت به نفع خود رقم بزنند. خب این از دید مردم افغانستان پنهان میمونه؟ خب اینا که خب اینا از دید مردم افغانستان پنهان ببانه یا نمانه؟ در دو سال شما دیده آنچه که در توافقنامه سیاسی بود یکی از اون موارد هم اینا تطبیق نکردن، یعنی بر یکی از اون موارد هم متعهدی که داده بودن عملی نشد. بناهن آلی باز میخوان به یک شیوه دیگه بازی بکنن. آزجت پیشنویس قانون انتخابات نیست. ما قانون برحال در ارتباط به انتخابات داریم. پیشنهادهای کمیسیونهایی که کار کردن در این راستا پیشنهاد خود آوردن او هم داریم. از مجموعی از این تا اینا میتونن امو طرح پیشنهاد بکنن. در صورتی که در گام نخست اینا باید رئیس جمهور فرمان و تقنی صادر میکرد بر عزل یا برطرفی اینمی کمیشنرهای کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی تا زمینه مساعد میگردید. بر از این که باز قانون کمیشنرها را پیدا میکردن، باز مسئله بعدش قانون بود و قانون باید تطبیق میکردن خود انتخابات و دیگر موارد. میخوام کوتاه پاسخ بگیرم. ای که موارد اساسی اصلاحات انتخاباتی لحاظ نمیشه،
توجیه دولت چی است؟ دولتی را چه قسم توجیه میکنه؟ خود هیچ جای توجیه نداره. دولت نباید حتی خب. بر یک لحظه هم این را توجیه بکنه. خب با این کارها چی هدفی دارد؟ با این کارها ببینید خواست مردم افغانستان در مجموع از هر دیار و تبار اینمیست که ما یک انتخابات شفاف و عادلانه را میخواهیم که حکومت برگزار بکنه و در اون طور انتخابات را برگزار بکنه که همه تقلبات را به حد اقل کاهش بدهد. خب. رای حلش هم اینمیست که در کمیسیون اصلاح انتخاباتی امو موارد را پیشنهاد کردن و حکومت نباید اگر منافع مردم افغانستان را میخواهند، اگر ثبات از یک کشور را میخواهند، اون امو موارد را در قانون تر پیشنهادیشان بگنجانند، موازی کار بکنند، هم فرمان تقنیر رئیس جمهور صادر بکنند جهت چیز تشکیل صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی و شکایات انتخاباتی و هم اونو پیشنویس قانون انتخابات. خب من پاسخ من نگرفتم، میگن وقت کشی شده، با مواد توافق سیاسی عمل نشده، خب توجیه هم نداره، پس حکومت از این کارها دنبال چه هدفی است؟ ببینید وقت کشی تا الان هم شد، از این بعدش هم این کار انجام میتن با چنین حرکت های. حکومت نباید توجیه بکنه و این باید امو خواست مردم افغانستان را در نظر بگیرن. خب دنبال چی هستن اینا با این کارشان؟ دنبال عزیزتن، دنبال فریب، دنبال بهانه، دنبال توطیه، دنبال مثلا تطبیق پروژه های شخصی خود، دنبال از این که چطور بتونن نقش مثلا ریاست و اجرایه را کمرنگ بسازن، بینمی رقم امید مدت زمان سپری بکنن. سپاس گذارم آقای فرزایی. انتخاب است که موارد اساسی پیشنهادی که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی لحاظ نشده، تغییر نظام، سهم احزاب، این چیزها. خب وقتی این موارد لحاظ نشوه، سود اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات چی است؟ تشکر استاد، به نام خدا با عرض سلام خدمت شما مهمان محترم، همکارانتان در بخش تکنیک بینندگان تلویزیون. بحث اساسی که از آغاز روند اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان اتحادی و خودانای افغانستان به او معتقد بوده ای است که قوانین در پیرامون اصلاحات نظام انتخاباتی مراعات نمیشه، اما سلیقه های شخصی است که این فرمان تقنیه را به یک طرف و به طرف دیگه میکشونه. شما متوجه بوده باشین که فرمانی که به خاطر ایجاد کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی هم صادر شد، در اونجا هم یک اشاره مبنی بر فریب دادن ملت وجود داشت، به این مفهوم که در او فرمان هم تمام موارد را به شکل مشورتی گرفته بودن از کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی. یعنی به این مفهوم که هرگاه چیزی را دولت میپذیره به نفعش باشه، به نفع سران و حکومت وحدت ملی باشه، به نفع اطرافیایشان باشه، او را میپذیرن و اگر نپذیرن هم این کدام الزامیتی بالای حکومت نمیداشته باشه. به نفع همه حکومت نه، به نفع یک تیم خاص دنبال تطبیق پروژه هاشون هستن، میخوان فریب بدن مردم. متاسفانه یک چیزی را که باید واضح و روشن بگویم، هر دو رهبر حکومت و وحدت ملی در فریب دادن شریک بودند. تا به همین چند روز پیشه که ریاست اجرایه با یک سلسله حرفای نو آمد بروی مطبوعات، تا قبل از این حتی امو نزدیکترین افرادم به می حرفا و سخنا بازی داده و از دفتر خودش به شکلی از اشکال تفره رفته و اونا رو بیرون کرده. خب آقای فرزایی، این موارد که از دید مردم افغانستان پنهان نمیمونه، موارد اساسی که از سوی صاحب نظرها موارد کلیدی برای آوردن اصلاحات خوب پیشنهاد شده و تاکید شده، انگشت گذاشته شده، او لحاظ نمیشه. خب توجیه حکومت چیست؟ حکومت با این کارهایش دنبال چه هدفی است؟ دو چیزی را که باید ما در نظر داشته باشیم، اولی که توجیه حکومت نمیتونه کدام توجیه منطقی باشه، هر توجیهی که داشته باشه. خب این کارا را میکنه دیگه. و بحث دوم این است که حکومت فراقانونی وحدت ملی یک دروازه مسئولیت و پاسخگویی برای خود بسته کرده، حتی در مقابل ملت، حتی در مقابل پارلمان، در مقابل نهادی که رئیس جمهور در مقابل از اون مسئول است، این دروازه ها را برای خودشان بسته کردن و هر کاری را میخواین انجام میدن. نهادی که میتونه رئیس جمهور مورد پرسش قرار بده و حتی مورد محاکمه قرار بده، او نهاد لوی جرگه است که حتی قبل از ایجاد حکومت فراقانونی وحدت ملی به نحوی میتونست که حداقل 50 جمع 1 در شکلیات تشکیل شده بتونه لوی جرگه، که عبارت از ولسی جرگه، مشران جرگه و 34 رئیس شورای ولایتی بود. متاسفانه با آمدن حکومت فراقانونی وحدت ملی اما یک سلسه
که از به نمایندگی از شورای ولسوالی می آمدند در مشورت جرگه، او را حکومت فراقانی وحدت ملی در عهده‌اش بسته کرد تا اکثریت حداقل به شکل نمایشی اکثریت 50 جمعیت لوی جرگه را جلوش گرفته باشد. بنان اینا در مقابل هیچ کس پاسخگو نیستند، فقط یگانه چیزی که میتونه اینا را به چالش بکشانه مطبوعات است. اما متاسفانه در برابر مطبوعات، در برابر به اصطلاح نظریات مردم، در برابر آرای مردم هم اینا یک رقم مرض بی‌تفاوتی اختیار کردن. بنان اینا در پی توجیه نه، بلکه در پی تفهیم و تحمیل نظریات خودشان هستند. در پی توجیه هیچ نیستن. شما ببینین اگر اینا پیرامون یک موضوع اقدام میکنن، مثلا در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی اصلاحات نظام انتخاباتی بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بلافاصله آغازش تعهد شده بود، اما بلافاصله چه وقت است؟ ما یک چیزی را در ترمینولوژی حقوقی و در ترمینولوژی ادبیاتی خود ما یک چیزی را داریم که اصطلاحات مفاهیم خاص خود افاده میکنن. بلافاصله یعنی بدون از اینکه کدام فاصله بین تشکیل حکومت وحدت ملی باشه و بین اصلاحات نظام انتخاباتی باشه باید اصلاحات شروع شوه، ولی دو سال اگر شما بدون بلا فاصله بگویید دیگه این مفاهیم سرچپا و سرغلط میشه. بنان حکومت وحدت ملی هم قسمی که پیشتر هم خدمتتون عرض کردم در جهت توجیه اعمال و عملکردهای خود نیست، بلکه در جهت تحمیل نظریات خود بالای ملت است. خب در این موارد تغییر حوزه های رای گیری که پیشنهاد شده است که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی سهم دادن به احزاب و تغییر نظام رای دهی به مختلط، خب اینم یا عیبش چی است که باید مد نظر گرفته نشود؟ اینا عیب ندارن، ما خدمتتون پیشتر عرض کردم که عیب در ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است، به خاطر اینکه پیشنهادات از اینا به عنوان مشوره به حکومت میره. هر مشوره ای که حکومت میپذیره اختیار داره و هر مشوره ای که نمیپذیره هم اختیار داره. این کدام جنبه الزامی نداره. در صورتی که در این فرمان یکی از این طرف ها که اگر ریاست اجرایی بود یا ریاست جمهوری بود اینا تاکید می داشتن اگر می خواستن که اصلاحات نظام انتخاباتی به میان بیاید، اینا در نوشتن فرمان توجه جدی مبذول می داشتن و این نگاشته می شد که پیشنهادات و نظریات حقوقی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی الزام آور است. در این صورت بود که این نظریات کمیسیون اگر در نظر گرفته نمیشد باز او وقت ما انتقاد کرده میتونستیم. فعلا یک نظر مشورتی است. نظر مشورتی را اتحادیه و خودانم داده میتونن و وکلای پارلمان هم داده میتونن، شما هم داده میتونین و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم داده. نظر مشورتی پذیرفته شد، خوشا به حالش نشد بدا به حالش. آقای سعادت در پی تعمیل خواستای خودشان هستند، کاراشون توجیه نداره. ای که عیب در ایجاد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی است، پیشنهادهایی که دارن جایگاه مشورتی داره و الزامی نیست. ای که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مشوره میده یا هر ارگان حقوقی یا غیر حقوقی دیگری مشوره میده، طبعا مشورهشان به اساس برداشت هایشان به منافع مردم افغانستان است و این برمیگرده به خرد و دوراندیشی و خدمتگزاری رؤسای حکومت وحدت ملی. اگر درک میکنند که واقعا اینمی بر انتخابات کمک میکنه، شفافیت انتخابات تضمین میکنه و مردم را اعتماد از دسترسش دوباره جلب میکنه، باید او را بدون قید شرط شامل پیشنویس یا غیر پیشنویس شامل قانون بسازند. اما تشویش دهیست که هر آنچه را که احساس بکنه خصوصا بخشی از این حکومت وحدت ملی که به ضررش است و نمیتواند از او طریق فکر و اندیشه خود تحمیل بکنه، طبعا براز او یک مشکل تراشی میکنه، براز او یک موضوع دیگر مطرح خواهد کرد و او را نمیخواه که شامل برنامه و شامل قانون یا شامل پیشنویس بسازه. به این اساس در مدت دو سالی هم که سپری شد، اگر واقعا اراده بر خدمتگذاری به مردم افغانستان می بود، بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی مگم برطرف کردن یا آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی مشکل بود. رئیس جمهور میتوانه یک کسی که بر ملت افغانستان جفا کرده و این وطن به طرف بحران سوق داد، حتی به طرف بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی سوق داد، او را میتوانه به عنوان تقدیر سفیر بسازه
اما باز نمیتونه که به خاطر منافع افغانستان از منافع 6 نفر دیگه بگذره. یعنی به این معنی اراده در اونجا وجود نداره. شما ببینید در این مدت 10 سال از توافقنامه سیاسی کدام موردش اینا تطبیق کردن؟ در قدم اول توزیع یا همو توزیع تذکرهای الکترونیک یا همو شناسنامه های برقی بود و خوب کلگی میدانه که اینمی به نفع مردم افغانستان است، اینمی به نفع ثبات از این کشور است، حداقل همو نفوس حقیقی از این وطن مشخص میشه، کسایی که با استفاده از هویت افغانستانی میخوان داخل از این خاک شوند جلب از اونا گرفته میشه، اما متاسفانه هیچ کارش نکردن. یعنی به این معنا که ضرر خود از این میبینن اگر تذکره الکترونیک یا شناسنامه برقی بر مردم توزیع شوه و دیگه باز رایای گوسپندی وجود نخواهد داشت، باز رایایی که مثلا به بازخواست داخل صندوق ها شوه وجود نخواهد داشت، اگر موضوع مثلا محل لیست یا تنظیم لیست رای دهندگان در محل رای دهی ایجاد شوه یا در قانون شامل شوه، باز دیگه کس نمیتونه وقتی که در اونجا نشسته است 150 نفر واجد شرایط رای دهی هستن، باز نمیتونه که 600 نفر در اونجا رای بندازه. به این اساس این به ضرر شان است. یعنی میفهمه که این موارد به ضرر است و میخواهند این موارد از یا برش مشکل ایجاد بکنن یا ای که مثلا یک موضوع دیگر مطرح بسازن که این را کم رنگ جلوه بتن، این به جای خود باقی ببونه، همگی فکر و هوشش به اون طرف دیگه متوجه شوه. یعنی به این اساس اینا در پی خدمتگذاری بر مردم افغانستان نیستند، اینا فقط در فکر عزیز که ما چطور میتونیم ام فکر و اندیشه خود بالای دیگر را تحمیل بکنیم و چطور میتونیم که افتخار ناحق بکنیم که ما اینقدر سال حکومت کردیم. خب حکومت کردی، دستاورد حکومت چیست؟ کدام دمو راستایی که برای مردم خدمت کردی؟ حداقل برای خود مردم بکش که مردم بفهمن که خدمت چیست. ما تاریخچه 5000 ساله داریم، امیال در هزار فقر و بدبختی و تباهی و ناامنی و بی‌ثباتی به سر میبریم. پاکستان تاریخچه 70 ساله داره، به مراتب با دنیا رقابت میکنه. و باید افتخار کنه که ما به مردم ملت ما خدمت کردیم و افتخار و خدمتگزاری داریم. به حرف خونه میشه. خب این وضعیت نشان میده اختلافاتی که تازه هم آشکار شده خیلی به صورت جدی که با همه این موارد برخورد سیاسی شده. از اول تا به حال برخورد سیاسی شده. یعنی هیچ چیزی از این به خاطر منافع مردم نبوده و هیچ حرکتی هم که تا الان انجام دادن به خاطر خدا و منافع مردم افغانستان نبوده، صرف به خاطر منافع شخصی بوده، صرف به خاطر خواستهای شخصی بوده و همو تنظیمی گروهی و سلیقه های دیگه. سپاسگزارم. آقای فرزهی، خوب این وضعیت راه به کجا میبره؟ موارد اصلاحی نه به اعمال نمیشه، عمل نمیشه به او. خب آشکارا بین منافع مردم افغانستان و منافع تیمی اون خط هست، فاصله هست، راه به کجا میبره این وضعیت؟ ببینید، ما چندین بار فکر میکنم از تلویزیون شما و سایر رسانه ها ما وقتی در بحث هاشتیم ما میره گفتیم که حکومت وحدت ملی تصمیم و اراده قاطعی به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی نداره. اصلاح نظام انتخاباتی بحث بسیار کلان است. با تشکیل یک کمیسیون و با در نظر گرفتن نظریاتی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صورت نمیگیره. چون بحث اصلاح نظام انتخاباتی نه تنها قانون تشکیل وظایف، بلکه قانون انتخابات، قوانین دیگه و در مجموع اما مقررات اجرایی و در کل حتی اصلاح در مواد قانون اساسی را در بر میگیره. بنان ما به خاطر هر کدام از اینها یک روند خاص حقوقی داریم. زمانی که ما پیرامون قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی صحبت میکنیم، این میتونه توسط فرمان اصلاح شود، میتواند توسط خود همین قانون اصلاحات نظام انتخاباتی از دروازه اصلاح نظام انتخاباتی به اصطلاح داخل شویم. چه قسم؟ با در نظر داشت فقرات 6 مواد 13 و 28 قانون تشکیل وظایف، هرگاه یکی از اعضای کمیسیون ها عضویت خود از دست میتن، با در نظر داشت ماده 10 و 25، اینا که عضویت از دست میتن، رئیس جمهور حق داره که در ظرف یک ماه اعضای جدید را معرفی بکنه. تنها بحثی که باقی میمونه اینجا ماده 8 قانون تشکیل وظایف میگه که این اعضای کمیسیون ها بر 6 سال معرفی میشن. زمانی که اصلاح نظام انتخاباتی مطرح بحث بود، اتحادیه خودانای افغانستان در اعلامیه‌های متعدد این موضوع را به اصطلاح ابراز کردند که اگر
حکومت وحدت ملی به اصطلاح خواهان از این است، یعنی خواهان جدی اصلاح نظام انتخاباتی است. ماده 8 قانون تشکیل وظایف با در نظر داشت مواد 13 و 28 و در روشنی ماده 2 و 25 این را ارسال بکنه به استر محکمه. استر محکمه در مطابقت با ماده 121 قانون اساسی افغانستان صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به صورت واضح و روشن داره. این فقط یک نظر تفسیری میدادن. نظر تفسیری از اونها این بود که چون این اعضای کمیسیون های انتخاباتی بر مدت 6 سال معرفی شدن، حال کدام مرجع میتونه عضویت از اینا را با در نظر داشت از اینکه یا قانون اساسی افغانستان در سال 1393 در انتخابات ریاست جمهوری نقض کردند و ماده 83 قانون اساسی را در انتخابات سال 1394 نقض کردند، کدام مرجع میتونه عضویت از اینا را از پیششان بگیره؟ خب شما میگید نظر... قانونی که موجود بوده میتونه سر از جمهور برکنار بکنه، اما نکرده، برعکس پاداش هم دادن، میخواست پاداش دادن. بر علاوه که پاداش دادن، تا به امروز معزل انتخابات افغانستان به راههای بیراهه میکشانند. فرمان تقنینی اصلا به خاطر باز کردن دروازه اصلاح نظام انتخاباتی ضرورت نیست. فرمان تقنینی اصلا، نظر مشورتی کمیسیون به خاطر صدور فرمان اصلا ضرورت نیست. اینا وقت گذرانی است. نظر تفسیری مثلا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به خاطر وجود و عدم وجود کمیشنر اصلا ضرورت نیست. یک نظر تفسیری از استر محکمه میخواد در مطابقت با ماده 121، و نظر تفسیری استر محکمه نافذ است، عیناً مثل متن مواد قانون. وقتی که این نظر تفسیری داده شوه، این اعضای کمیسیون برطرف میشن، اعضای جدید معرفی میشن، حداقل ما انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی را نمیداشته باشیم. با انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی دو دروازه دیگه برای اصلاح نظام انتخاباتی باز میشه. اول به خاطر تعدیل در قانون انتخابات که ماده 109 دروازه رو برای شورای ملی بسته، و اصلاح نظام انتخاباتی در قانون اساسی افغانستان با در نظر داشته تشکیل لوی جرگه. این دو دروازه، این میتونه دروازه اصلاح نظام انتخاباتی این راه را بر ما باز بکنه و از این طریق ما بریم به طرف اصلاح نظام انتخاباتی. سپاسگزارم. با این اصلاحات حداقلی که حکومت پیشنهاد میکنه و میخواهد بیاره، شفافیت انتخابات پارلمانی آینده تضمین میشه؟ پرسشی است که پس از این وقفه کوتاه میپرسیم. درود دوباره. بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده است نورسید. آقای سعادت، خب با این پیشنهادات حداقلی که حکومت مد نظر داره، شفافیت انتخابات پارلمانی تضمین میشه؟ اگر مواردی را که شما ذکر کردید، ما دقیق و جرا نیستیم در پیشنویس کدام مواردی را در نظر گرفتین، اگر اون مواردی را شما در ذکر کردین در پیشنویس نیاورده باشن، طبعا شفافیت انتخابات را کس تضمین نمیکنه. و از همه مهمتر، یعنی بخش مهم در که تاثیر خوب در اثر شفافیت انتخابات، موضوع تذکره الکترونیک است. حداقل یک آدم یک دفعه بتونه رای بده، یا مثلا یک آدم نتوانند که در غیاب افراد صندوق ها پر شوه و اما مشروعیت انتخابات هم زیر سوال ببره. به این اساس، یعنی اگر باز هم در پیشنویس طوری که دیده شوه که اگر واقعا موارد بسیار مهم و عمده که شفافیت انتخابات تا حد تضمین میکنه در این پیشنویس نبوده باشه، نوشتن پیشنویس و تعدیل از این بازی به قانون، ما فکر کنم به هیچ کمکی برای شفافیت انتخابات نمیکنه. خوب است، کوتاه‌ترین راهی است که انتخابات وجود داره، چی ببخشید، قانون وجود داره، اما موارد که در قانون مثلا ضعیف پیشنهاد شده و از مو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی موارد خوبش از او بگیرن، زیر میکس کنند و یک چیز خوبتر بسازن، شاید باز در توسط فرمان تقنینی نافذ شوند. دیگر اگر این موارد دیگه نباشه و بخواهند خاک به چشم مردم بزنن و یک تعدادی را آرام بسازن، به خاطر از اینکه ما اراده داریم برای آوردن اصلاحات یا برای آوردن بر راه اندازی انتخابات شفاف، این باز نه تنها کمک نمیکنه، بلکه به یک بحران جدی دیگری تبدیل خواهد شد که در اون صورت شاید سالها سپری شود شما نتوانین نتیجه انتخابات پارلمانی را اعلان بکنین یا شورای ولسوالی را اعلان بکنین. به این اساس کسایی که مهندسی میکنن و کسایی که با برنامه حرکت میکنن، اونا کوشش میکنن که باعث مستقل متحول
عمل کنند و دیگر را تابع متحول خود بسازند. یعنی به این معنی که برنامه و طرح می ریزند و در پشت هر برنامه ریزی و پلانشان هدف نهفته است و دیگران شکار از هدف شوند. این کمک نمیکنه. اگر در این پیشنویس موارد عمده درج نشده، امیال هم سر وقت است اونمون مواردی که انتخابات کمک میکنه در شفافیتش جدن باید درج این پیشنویس. خب چی موارد کمک میکنه؟ اصلاحات مثلا مورد نیاز چی است؟ چند چیز میتواند این پیشنویس کمک میکنه؟ در قدم نخست لیست رای دهندگان در محل رای دهی، این فوق العاده مهم است و این باید حتما بوده باشه. دوم، اگر تذکره الکترونیک غیر ممکن است یا تا شرایط تا زمان انتخابات توزیعش طبعا غیر ممکن خواهد بود، میکانیزم دیگری که جایگزین کارت‌های قبلی شود. چی میکانیزمی؟ مثلا یک کارت جدید دیگر، یک نمیفهم، یک آیدی کارت که تنها در انتخابات به مصرف تنها کاربرد انتخاباتی داشته باشه توزیع بکنن. وقتی که برای نسلی که از سنشان از عبده بایش نمیسته کار توضیح میکنند، خوب است همون زمان دوامدارتر بسند به کل ملت توضیح بکنند. مثلا توضیح کارت های بدون عکس. یعنی اینی مواردی است که قسمان میتوانه از تقلب انتخاباتون جلوگیری بکنه. دیگه اون موضوعی که مثلا سم داده میشه برای اعضاب سیاسی، نمیفهمم، اوضاعی رایدهی باید تغییر نظام، تغییر اوضاعی رایدهی، شاید او خوب باشن، اما در شفافیت این مواردی هستن که بیشتر کمک میکنه شما بیدن. اما این موارد اساسی خوانده میشه، تغییر اوضاع رای دهی، سهم عذاب و تغییر نظام انتخابات. تغییر اوضاع رای دهی این بر خود یک مشکل دیگه است. شما امیالی در یک ولایت مثلا سرحدات مشخص نیست، تغییر اوضاع ها یعنی نمیتونی مثلا به طور مثال گفته نمیتونی که این دو ولسوالی یک حوزه باید بوده باشه یا مثلا این سه ولسوالی یک حوزه بوده باشد، چون امون مرز بین ولسوالی ها تانست به او حد درستش مشخص نیست. عذاب سیاسی در افغانستان شما سم میتین به کی سم میتین؟ همیالی ما فکر کنیم بیش از 60 عضو یا حتی بیشتر از 60 عضو اینجا راجستر شده داریم. ایتو عذابی را ما داریم که اسناد عضو سیاسی را به دست داره، اما شاید رئیس معاون یک تا سکرتر داشته باشه. خب ما احزابی هم داریم که مشکل خب ندارن. از وقتی که نام احزاب گرفتی بازی دلیل شده نمیتونه که او کلش خب از حقوق مساوی برخوردار هستن. خب اینا له ما با زمیر شما چه رقم تقسیم میکنین؟ خب اینا له میگن که احزابی که کارت چی ندارن دیگه، کار چنین چیزی نرفتن است. نه ببین، ما 60 حزب سیاسی راجست، بیشتر از 60 حزب سیاسی راجست در وزارت عدلیه داریم. بله. همین سهمی که شما به احزاب میدین این امیره به کدام میار تقسیم میکنین؟ امیره چه رقم میکنین؟ یعنی اگر هدفی باشه که در انتخابات آزاد اشتراک بکنن، شاید در بعضی مناطق ایتو باشه که تنها یک عضو وجود داره، عضو دیگری اصلا اونجا وجود نداره، هیچ اصلا کس نمیشناسش به عنوان یک عضو سیاسی. خب برای سهم دادن به حساب چی مشکلی وجود داره؟ این مشکلی شما اشاره کردین سر؟ مشکل وجود نداره. یعنی هدفی است که اگر ما میخواهیم که زودتر به یک نتیجه برسیم، مواردی که واقعا تاثیرگذار است در شفافیت انتخابات، علی فرزند به نمایندگی از ما بیایم چه فرق میکنه، شما بیا چه فرق میکنه، همی کجای انتخابات شفافیت تضمین میکنه؟ اونایی که پشتیبان سهم عذاب هستن میگن برای تخلیه مردم سالی دیگه چیز است. و هدفشون نیست که ما یک پارلمان حزبی داشته باشیم که در قضایای سیاسی به شکل دستجمعی تصمیم بگیرن، نه به شکل انفرادی هر آنچه که به نفع حزب یا ملت میباشه. یک مورد خوب است. اما این چه تأثیری در شفافیت انتخابات داره؟ حالی من نماینده حزب از یک شما از حزب بی، این چه تضمین میکنه شفافیت انتخابات ها؟ ما در قدم اول توجه ما در قانون یا پیشنویس قانون انتخاباتو بوده باشه که هر حرکت و یا هر مواردی که شفافیت انتخابات را تضمین بکنه، واقعا تضمین بکنه و ما را مطمئن بسازه که این انتخاباتی که راه اندازی شد، یعنی حداقل 90% شفاف است، 85% شفاف است، که تا مردم اعتماد بکنه به نتیجه انتخابات. اگر شفافیت انتخابات تضمین نباشه و مردم هم مطمئن نباشه که این انتخابات شفاف برگزار شده و عاری از تقلب بوده، در اون صورت او انتخاباتی که شما نتیجهش اعلان بکنین، حکومت اعلان کنه، شاید قابل قبول برای کاندیدا هم نباشه. از شما باید داشته باشین که سطح بیکاری فوق العاده بالا رفته،
اصلا کسایی که در حکومت های قبلی یک سمت کار میکردن آلی بیکار در خانه نشستن، اینا همیش انتظار نمی روزی هستند که انتخابات برگزار شوه و اینا سم بگیرن در انتخابات. در انتخابات پیشتر به طور مثال اگر کابل در نظر بگیریم 700 نفر ثبت نام کرده بود، والی شاید 2000 چند صد نفر ثبت نام بکنه. یعنی اگر شما نتیجه را اعلان بکنین، اون نتیجه نخواهد بود که مردم او را قبول بکنه و به او تمکین بکنن و او را مورد پذیرش قبول بتن و بگن که آمن نو سلام نو چه خوب انتخاباتی بود، ما به این انتخابات معتقد هستیم، یک انتخابات شفاف بود. یعنی هر کاری که حکومت انجام میده بیشتر سر او موارد تاکید بکنن که روی شفافیت انتخابات تاثیر گذارد. سپاسگزارم آقای فرزایی. خب روی موارد تاکید شوه و بیای موارد بیایه که شفافیت انتخابات تضمین میکنه، مثل لیست تنظیم لیست رای دهنده ها، نام نویسی رای دهنده ها و ای که تذکره الکترونیک اگر فعلا فرصت برای توزیعش نیست، چیز بدیل مثل کارت جدید انتخاباتی توزیع شوه، و در خصوص تغییر اوضاع که از موارد کلیدی اصلاحات انتخاباتی خوانده میشه، مرزای ولسوالی ها مشخص نیست و سهم اعضاب هم نمیتونه شفافیت تضمین بکنه. یک مسئله کلان با اهمیت است. خب اما مواردی که برای یک انتخابات سالم نیاز است روی شبت کار شد. ببینید یک چیزی که باید روی ازو تاکید صورت بگیره یه است که ما در جهت از این که اصلاحات نظام انتخاباتی چگونه میه، اتحادیه حقوقدانان افغانستان به این نظر است که از مجرای قانونی، از مجرای حقوقی هر روند اصلاح نظام انتخاباتی مورد حمایت ماست. اما جایی که مجرای حقوقی را مانده و به مجرای غیر حقوقی و نظریات سیاسی و نظریات تنظیمی، تیمی و گروهی افراد و اشخاص و یا هم گروه های مختلف در او گنجانده شود، این مورد حمایت ما نیست. حالا بس از این که در این انتخابات لست رای دهنده ها باید مشخص باشه، یک امر بسیار ضروری، مبرم و مهم است، به خاطر از اینکه ما در انتخابات سال 1393 انتخابات ریاست جمهوری شاهد از این بودیم که یک تعداد از مردم ها از یک ولایت به ولایت دیگه سفر میکنند. حتی ما یعنی به مراتب شنیدیم که به تعداد بیشتر از 500 الی 1000 نفر از یک ولایت به دیگر ولایت همجوار از راه‌های بسیار به اصطلاح مخفی سفر کردن، در این ولایت رای دادن و در ولایت همجوارش هم رای دادن. اگر لست رای دهنده ها مشخص شود، جلو از این موضوعات گرفته میشه. خیلی خوب است. اما بحث اینجاست که آیا اصلاح نظام انتخاباتی مورد نظر حکومت وحدت ملی است یا وقت گذرانی؟ من شخصا به این نظر هستم. از دو دوره صدور فرمان تقنینی که در آخرین روز رخصتی های پارلمانی صادر میشه و در آخرین روزی که مطابق ماده 79 قانون اساسی افغانستان باید به پارلمان ارجاع داده شود، در آخرین روز حتی 10 روز 15 روز بعد از او به پارلمان ارجاع داده میشه و بعد هم این میره به پارلمان و پارلمان روی ازی بحث میکنه و ولسی جرگه بحث میکنه و به مشران جرگه فرستاده میشه و نظریات مختلف بالاخره رد میشه. از این دو دوره صدور فرامین تقنینی ای تو برداشت میشه که حکومت وحدت ملی اراده مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی نداره. در غیر از او اصلاح نظام انتخاباتی زمانی که اولین فرمان تقنینی رئیس جمهور صادر شد، کمیسیون تشکیل شد، کمیته گزینش حتی با کار خودش قریب آغاز کرده بود. اما دومین فرمان وقتی که صادر شد، تا این فرمان از طرف کمیته مشترک رد شد یا به اصطلاح به نتیجه نرسید، کمیته مشترک با موضوع برد کشانده شد، تا این وقت در حدود چیز کم و بیش بین 3 تا 4 ماه گذشت. بین 3 الی 4 ماه اگر حکومت اراده داشته باشه، تمام اصلاح نظام انتخاباتی که دروازه اصلاحات است این باز میشه، اما نمیخواهند. بحث دومی که شما گفتین موضوع تغییر حوزه ها، مرزای ولسوالی ها مشخص نیست، یک موضوع و موضوع دیگه ای که ما از لحاظ حقوقی به یک بنبست دیگه مواجه هستیم که او سال اخیر پارلمان است. این موضوع خیلی جنجالی شده که آیا بعد از سال پنجم ما سال ششم و هفتم اینا رو هم در سال اخیر ولسی جرگه گرفته میتونیم یا شورای ملی گرفته میتونیم یا نمیتونیم. این بحث بسیار با جنجال ها کشانده میشه. بنان اگر این موضوع را به عنوان سال اخیر پارلمان بدانیم در مطابقت با ماده 109 قانون اساسی افغانستان،
قانون انتخابات به تعدیل رفته نمیتونه، حتی در اجندای کار ولسی جرگه شامل شده نمیتونه. بنان اگر حکومت و پارلمان در مجموع اینا به خاطر رفتن به یک مسیر قانونمند اصلاح نظام انتخاباتی رو روی دست داشته باشند، بهترین را صدور فرمان تقنینی در پیرامون قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی است و این فرمان میتونه که به زودترین فرصت دروازه نظام اصلاح نظام انتخاباتی را باز بکنه. هرگاه ما دروازه را باز داشته باشیم میتونیم هر کار دیگری انجام بدیم. تا وقتی که دروازه بسته است شما مطمئن باشین، تا وقتی که کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی روی کار هستن، مردم افغانستان دیگه اعتماد نداره بالا انتخابات. وقتی اعتماد نداشته باشن پای صندوق های رای کس نمیره. وقتی ما پای صندوق های رای کسی را نداشته باشیم انتخابات چی مفهوم داره؟ بنان دروازه بسته است. وقتی که دروازه بسته است شما به هیچ اصلاح دیگه دستیازی کردن نمیتونید. مثلا شما فکر کنید که قانون انتخابات به مجلس نمیره، شما فکر کنید که اگر همین قانون انتخابات مثلا تعدیل شد، قانون تشکیل وظایف تعدیل شد، فرمان تقنینی صادر شد، نافذ شد، ولی کمیشنرهای فعلی کمیسیون انتخاباتی انتخابات را برگزار کنند، کی حاضر است که به این انتخابات به پای صندوق رای بره؟ اگر یک تعداد مردم هم به پای صندوق های رای برد، کدام یک از کاندیدا حاضر خود بودند که نتایج انتخابات را بپذیرند؟ در حالی که دو نفر نتونستن نتایج انتخابات را بپذیرند، به هزارها انسان باز چطور میتونن نتایج شما مورد دیگه توضیح بدین؟ گفتین اگر سال ششم و بالاتر از کار مجلس سال آخر محسوب نشه قانون به مجلس نمیره. ما گفتم که از لحاظ حقوقی خیلی مشکل داره. خب ما بگوییم سال اخیر شورای ملی است یا نیست، اما بحث اینجاست که اگر قانون انتخابات مطرح بحث باشه، گفتم میتونیم که در سال اخیر، بازم تاکید میکنم در سال اخیر کار ولسی جرگه و شورای ملی در اجندای کار گرفته نمیتونه شود. اما قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون انتخاباتی یک قانون شکلی است، جدای از قانون انتخابات است. ماده 109 قانون اساسی افغانستان به صراحت میگه که قانون انتخابات نمیتونه در اجندای کار سال اخیر شورای ملی قرار بگیره. بنان قانون تشکیل وظایف یک بحث علایده است، یک بحث جداگانه است، قانون شکلی است و اینا لازم و ملزوم یکی دیگه هستند. اما طرح فعلی که اردیش یک شده و قانون انتخابات شده، قانون انتخابات شده. اما یک چیزی که من میخوام اشاره بکنم که وکیل صاحب اینجا حضور دارن، اگر ولسی جرگه میخواد که به این بنبست پایان ببخشه، میتونن که ایره به مجرد رسیدن به ولسی جرگه ایره به عنوان یک قانونی که در او طرح تعدیل قانون انتخابات مطرح است در اجندای کار خود نگنجانند. هرگاه اینا او رو در اجندای کار خود میگنجانند، با این بحث بحران مشروعیتی که پارلمان داره، با بحث بحران مشروعیتی که حکومت داره، این موضوع به درازا کشانده میشه. اگر اینا در اجندای کار خود او رو نگنجانند، مسترد بکنن، این رد شده محاسبه نمیشه، بلکه این مسترد شده محاسبه میشه. در اون صورت فرمان تقنینی نافذ است و به اساس فرمان تقنینی حکومت ملزم میشه که اصلاحات نظام انتخاباتی را به بار بیاره. گزارتان آقای سعادت، خوب اراده برای آوردن اصلاحات انتخاباتی وجود نداشت، چیزی که همواره شما تاکید کردین و به محض این که قانون تعدیل شده انتخابات به پارلمان میرسه، اگر پارلمان افغانستانی را مسترد بکنه، حکومت میتونه کار کنه براش، او را دا اجندا نیاره و رد نشه چنین چیزی. این طور است، از هر طرف که وضعیت افغانستان را به بررسی میگیری به یک مشکل مواجه میشی. مطابق به قانون پارلمان نمیتونه که روی حتی روی پیشنویس قانون انتخابات جر بحث بکنه و یا دو تعدیلاتی رو وارد بکنه، به خاطر از اینکه در قانون اساسی تذکر رفته که پارلمان نمیتونه در سال اخیر در رابطه در یک سال اخیر در رابطه با موضوع انتخابات رو در اجندای کاری خود بگیرن. یعنی که سال اخیر نیست، ولی سال اخیر که نیست همین ما سال ما چون پنجم یا ششم هستیم، از سال اخیر هم یک بله این طرف چی شدیم. به او اساس رای حل نیست که به پارلمان بره، خود در پارلمان هم که رفتین این مشکل در اونجا. خب اگر در آجندا نیارن و مسترد بکنن، در صورت حکومت میتونه کار بکنه روش. خب خدمتتون عرض کردم که در این صورت رد نمیشه. ببین آلی از هر طرف که رو بررسی میگیری مشکل است. اگر بخوایی که یک طرف باید قربانی بده، خلاصی که بمیز که یک طرف اگر بخوایی موضوع قانون مطرح کنی، پارلمان سر از این تصمیم گرفتن میتونه. اگر بیم بگویم که خب وقتی که پارلمان تصمیم گرفتن میتونه، رئیس جمهور باید فرمان تقنینی بده مطابق با قانون. یک ماه بعد از فرمان تقنینی رئیس جمهور و فرمان باید در پارلمان پاس شوه و تایید شوه یا رد شوه، و در صورتی که او فرمان در ایام رخصتی داده شده باشد، در صورتی که
در اون راستا قانون وجود نداشته باشه، یعنی از هر طریقی که بس مطرح میسازی باز هم به یک مشکل، به یک بنبست مواجه میشی. قربانی آل... یک طرف چی میتونه باشه از طرف پارلمان؟ یعنی حالا حکومت در دولت در کل باید بشنن یک تصمیم سیاسی گرفته شده، یک تصمیم سیاسی به این معنی که سالها رئیس جمهور کرزی قانون نقض کرد، از او به بعدش رئیس جمهور غنی قانون نقض کرد، حالا بیان به خاطر منافع مردم افغانستان یک رای رای حل یا یک رای بدیل پیدا شوه که ما چطور میتونیم که امی موانع قانونی که در سر رای ماست ما از این بور بکنیم. این رای حل نیست که شما به آجنده نیارین قانون انتخابات و مسترد شده محصول فکر نکنم این رای حل باشه از نظر حقوقی شد ساز اگه بفهمن با فکر نمیکنم که رای حل بوده باشه که ما در آجنده کاری نیاریم او تصویب شده به حساب برده. خب به عنوان پرسش آخر از شما، با این وضعیت که میگین خب انتخابات میشه که اصلاحات کم پیشنهاد میشه و اراده برای آوردن اصلاحات انتخاباتی وجود نداره، دورنمای انتخابات پارلمانی افغانستان چگونه مینماید؟ اگر حکومت واقعا اراده داشته باشه در این مدت 45 روزی که شورا در رخصتی بود اینا باید یک فرمان تقنینی صادر میکردن در رابطه با آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی، حداقل بخشی از اینمی کار تکمیل میشد، اما افرادش افرادی که شایسته بودن میتونستن که انتخاب امی می بودن. خب بعد از اون من روی مثلا پیشنویس قانون انتخابات صحبت میکردن، یک راه حل برای هم پیدا میشد که تا ما بالاخره سالی که در پیش روی داریم در این سال که ما فکر نکنم کسی انتخابات را برگزار کرده بتوانه، حداقل در سال 96 انتخابات برگزار شود. متاسفانه این کاری که حکومت میکنه، این حرکت های مرده مرده را که حکومت به پیش میبره، این نه مشکل افغانستان حل میکنه، نه مردم امیدوار با آینده انتخابات میسازه و نه هم انتخابات به این شیوه راه‌اندازی خواهد شد. بنابراین این فقط به نون از این که گفتم امو فشارها تنشایی که به وجود آمده اونما را فروکش بکنه که ما اراده داریم و مردم هم کسایی که از هر طرف منتظر هستن شب و روز خدا حساب میکنن که چه وقت انتخابات صورت میگیره که ما اشتراک بکنیم، اونا را آرام در خانهشان بنشانه که برادر انتخابات میشه، شما دست و پا نزنین، حتما انتخابات میشه. این سر به خاطر از این نمیست که مردم را چه رقم آرام بسازن. سپاس گزارم آقای فرزایی. خوب برای علی شما پیشنهاد میکنین که در آجنده نیاید از سوی مجلس نمایندگان قانون انتخابات به صورت مسترد شده محسوب میشه و حکومت میتونه روش کار بکنه. مشکل است به باور آقای سعادت که فکر نمیکنن مشکل راه حل بکنه و راه حل تصمیم سیاسی است که ممکن است. خوب است راه حل اگر تصمیم سیاسی باشه که گرفته شود، اما چیزی که ما برداشت داریم من حیث شاگرد حقوق، ماده 79 قانون اساسی افغانستان میگه فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی با آن تقدیم شود. صحیح است؟ یک موضوع است. این به شورای ملی نخست به ولسی جرگه باید تقدیم شود و ولسی جرگه در مطابقت با ماده 109 قانون اساسی افغانستان میگه که پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینی در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. فرمان تقنینی با ولسی جرگه میه به خاطر تصویب یارد، اما صلاحیت ولسی جرگه نیست که در اجندا بگنجانه و فرمان تقنینی در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان به مجرد توشی نافذ است. اینا که صلاحیت به اصطلاح گنجانیدن در اجندای کار خود ندارن، اینا مسترد بکنن، یعنی بگوین که ما صلاحیت نداریم در اجندای کاری خود بگنجانیم، شما میفهمیم این حیث حکومت اجراتتان تا یک سال رای خیلی نشده و رد هم نشده، رای رد نشده، تایید نشده، تصویب نشده، هیچ چیزی نشده، بلکه مسترد شده. زمانی که این به حکومت مسترد میشه در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان فرمان نافذ است و به اساس از اون میتونن که یکی از این رهبرای حکومت وحدت ملی برای دیگه فشار بیاره که این فرمان نافذ است، بنان بر مبنای از این اجراات بکنیم. اینو یک مشکل قانونی دیگه پیدا میکنه. وقتی که پارلمان صلاحیت تاییدی فرمان تقنینی تاییدی یا رد فرمان تقنینی نداشته باشه، پس موجودیت پارلمان به خاطر چیست؟ اینالی هدف ما دیگه چیز زده میست که وقتی که پارلمان یک مورد نتوانه بنان در هیچ موردی نباید مداخله کنه، اصلا حضور فیزیکیشان غیر قانونی است، نباید پارلمانی وجود داشته باشه. او این یک استثناء جناب وکیل صاحب، استثناء در هر حالت بر مد نظر گرفته میشه. ماده 109 قانون اساسی افغانستان شما را مستثنا قرار داده در این موارد، در سایر موارد شما میتونید اصلا تعدیل بکنید. وقتی که ما میگیم که فرمان تقنینی در ظرف در خلال 30 روز به اولین انعقاد جلسه شورای ملی باید ارائه شود، درست؟
حالی ما میگیم خب به خاطر از اینکه ما خود ما یعنی پارلمان چون از میاد قانونیش وقتش گذشته یا سپری شده ما حق نداریم اینا شامل اجندا بسازیم. نه او بس نیست. بسی است که به عنوان سال اخیر نه شما او در قانون انتخابات است. صلاحیت قانون انتخابات هم شامل میشه فرمان. نه در صلاحیت ها ما حق داریم در قانون انتخابات هم میتونیم. بس همین است که قانون انتخابات هم میگنجانه. بنان شما میتونید اینو با صورت یک کل طبعا یک بس پیچیده است با خدایی. بله عزیزان سپاسگزارم. سپاسگزارم از حضور آقایان دکتر زهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان و عبدالوحید فرزایی عضو اتحادیه قدران افغانستان. سپاسگزارم از حضور و زحمتتان و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.